به نام خدا. داستان زنی مکار و حیله‌گر اما زیرک. لطفاً تا انتهای این داستان با من همراه باشید. در روزگاران قدیم مردی بود بسیار از دست رفته و پیر. این پیر مرد زنی داشت که مدتی با هم زندگی کرده بودند. همیشه مرد کار کرده بود و برای زن نان آورده بود. شب چهارشنبه سوری زن به مرد گفت: تمام سال تو کار می‌کنی و خرجی می‌دهی. امشب می‌خواهم خرج چهارشنبه سوری را به عهده من بگذاری. مرد قبول کرد و گفت: در صورتی که عمل بد در بین نباشد حرفی ندارم. زن گفت: قول می دهم. خیالت راحت باشد. زن خود را آرایش کرده و بیرون آمد. رفت خانه قاضی شهر. پس از احوال پرسی به قاضی گفت: قاضی، چند سالی است که شوهرم به سفر رفته. من مبلغ 100 تومان بدهی دارم. اگر ممکن است مبلغ 100 تومان به من قرض بدهید. بعد از آن که شوهرم از مسافرت آمد پس می دهم. قاضی گفت: می دهم، اما به شرطی که اگر شوهرت از مسافرت نیامد قول عروسی به کسی ندهی. زن قبول کرد. از آنجا آمد پیش ملای مکتبدار. همان خواهشی را که از قاضی کرده بود از او هم کرد. ملا گفت: دهم، اما به شرطی که اگر شوهرت نیامد به من قول عروسی بدهی. زن قول داد. بعد رفت پیش یک نفر تاجر. خواهشی را که از قاضی و ملا کرده بود از او هم کرد. تاجر هم همان قولی را که آن دو نفر از زن گرفته بودند از زن گرفت. زن پولها را آورد و تحویل شوهرش داد. شوهرش گفت: از کجا آوردی؟ زن گفت: خدا رسانده. زن به آن سه نفر گفته بود که 3 روز بعد بیایند به خانه او. در روز موعود هر 3 نفر روانه خانه زن شدند. در بین راه به هم رسیدند. قضیه را برای هم گفتند. پشت در حیاط که آمدند، راهی برای داخل شدن به حیات خانه پیدا نکردند. فقط راه آبی از خارج خانه به داخل حیات راه داشت. زن که می دانست آنها می آیند داخل حیات، جلوی راه آب نشست. آن 3 نفر گفتند: یکی یکی از راه آب وارد حیات می شویم. اول از همه ملا با سر داخل راه آب شد. همین که خواست سر خود را بیرون بیاورد، زن دماغ او را برید. ملا به عقب برگشت و گفت: چه بوی هلومیخکی می آید؟ بعد تاجر وارد شد. همین که سر و کلش پیدا شد، زن گوش او را هم برید. تاجر برگشت و گفت: چه صدای ساز و آوازی می آید؟ گوشم دارد کر می شود. قاضی پا پیش گذاشت و وارد راه آب شد. زن هم مردانگی او را برید. قاضی در حالی که خود را پس می کشید گفت: حالا معلوم شد که آن همه سر و صدا برای ختنه سوران من بوده است. دوستان عزیزم، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. عزیزان، لایک، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید و اگر دوست داشتید این داستان رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید.